این یه فراید ایرانیه که قراره تبدیل بشه به یه فراید کره‌ای. سپر و زه کره‌ای، راهنمای کره‌ای، جلو پنجره کیا و یه عالمه قطعات دیگه که امروز باید نصبشون کنیم روی ماشین. برای مرحله اول باید آتش‌خاله ماشین رو بریزیم بیرون که بتونیم کفشو جوشکاری کنیم. همینجوری که شما ویدیو رو لایک می‌کنی، باید کپسولی که داخل صندوق هستم باز کنیم. این کف آخرش جوش نداد صافکار، خودم باید جوشش بدم و واقعا بلد نیستم، فقط دستکشو دارم، ولی یه کاریش می‌کنیم. سوراخ شد. اینجایی که میبینید پوسیده است و قبل از اینکه بخوام جوش بدیم باید ببریمش و روش یه دونه ورق حالا یه خورده بزرگتر بذاریم و جوشکاریاشو انجام بدیم. حالا از زیر یا رو، من واقعا بلد نیستم اینا، ولی به نظرم از داخل انجام بدیم بهتره، چون روش موکت میفته و از زیر دیگه پیدا نیست. مومو اینا میزنیم کامل میپوشونیم. خب اینجا الان جک خورد زیر ماشین. خب جک بزنم زیرش، زیرشو بررسی کنم، یه وقت شلنگی چیزیو پاره نکنیم. الان میخوایم ببریمش. این چیزیه که پایین اتفاق افتاده، اگه پوسیدگی رو ببریم تمام شلنگ ترمزا هم باش بریده میشن، خیلی باید مراقب باشیم. نگاه با دست در میاد، نگاه کن ورق تو رو خودم، ورق ماشین باید انقدر سوس باشه. چیکار کنیم؟ اینو میذارم اینجا که الان میخوام برشکاری کنم به شلنگا آسیبی نرسه. تو لولن اینا شلنگ نیست. تقریبا پوسیدگی‌ها رو گرفتیم، هم این ور هم پوسیدگی‌ها این ور که خیلی بیشتر بود. حالا باید ورق سایزش کنیم، اندازش کنیم، بیایم بذاریم روش و جوشش بدیم. برای تمیزکاریش نیاز به این دو تا بزرگوار. بزرگوار داریم. این الگوهایی بود که از کف ماشین در آوردیم، موتا کاغذی هم و این هم نمونه های فلزیشون که الان باید جوشکاریشون کنیم. این قطعه فلزی میخوره اینجا و یکی هم میخوره اینجا کنارش، البته اینا رو صاف میکنیم و جوشش میدیم. و این طرف هم این قطعه میخوره و همه اینا صاف میشه و جوش میخوره. قبل اینکه بخوایم جوشکاری کنیم قطعا باید بست باتری رو در بیاریم. الان ایمن شد. الان در مقابل هر گونه جوشکاری این ماشین ایمن شد، چون که بس باتش در اومد. من اگه این تیکر رو توی ویدیوم نمیذاشتم همه میگفتن مهندس داری جوشکاری میکنی، بس باتری رو در بیار. انگار مثلا ما دیگه همشو بلدیم اینو نمیدونستیم. ولی خب دمتون گرم. جوش سه و دو نشد. روی ورق 1.2 میذارم، چون ورقی که من دارم استفاده میکنم 1.2. جک میذارم زیر ورق خود ماشین که صاف بشه، تراز بشه. خیلی سخت، واقعا سخت، واقعا اگه کارتون اینه واقعا دمتون گرم. یک ساعت طول کشید همین ورقا، ولی سفت و محکم شد. نگاه کن همینطور این ور. باید رنگش کنیم، دمپینگ مخصوص خودشو بگیرم بذاریم روش، از زیرش هم باید از این غیرا بپاشیم اگه من ندارم، باید ببریم جایی براش بپاشیم. حالا شاید زیاد خفن نشد، ولی خب من واقعا تجربه نداشتم. خیلی سوراخ سوراخ قبول دارم، ولی باید کامل قیرگونیش کنیم. تا اونا خوش میشن کپسولاش هم باید در میوردیم همون اول، ولی الان درشون میاریم. گازش تموم. فعلا اینجا بمونه تا بعد قیرگونیش کنیم. پیچاشون باز شد، همه پیچایی که داخله، چون از زیر هم این پیچ داشت، این شاسی کپسولا، بازش کردم از زیر. بخوام اینجوری بندازیم بیرون. خیلی سنگه.
کمرم درد گرفت، زورم نرسید اینو در بیارم، فلان همینجوری بمونه. حالا تو این ویدیو میخوام داخلش رو کامل کنم. اینا دمپینگه، همون موقعی که سقف پیکانو کندیم از اینا تو سقفش بود و با یه دونه چسب آهن فکر کنم باید بچسبونی روی اینجایی که جوش دادیم از داخل. از زیرم باید یه اسمی داشت، یه چیزی میپاشن، پرایمر رو باید از زیر ببرم بپاشم. من فکر کردم اینا خودشون چسب دارن و فکر نکنم این برای دمپینگ ماشین مناسب باشه. این در حد کار راه انداز بودنه. دونه 25 تومن خریدم، این 4 تاشو 100 تومن. امیدوارم که جواب بده، سوال نبرزه. واه باحاله. هم خودش اینایی بود که کندیم دیگه تقریبا، تا اونا شرکتیه. همون از این دستی هست، دست ساز. این از این یکی دمپینگ. یه چیز خیلی خفن فهمیدین، اینی که باید دورش رو خیلی خوب چسب بزنی. این خیلی مهمتره، این دور خیلی مهمتره تا وسطش. بعد این چسبه حل میشه باهاش، یعنی شلش میکنه کل دمپینگ ما رو. کردی هربی بوده. حالا بعد دیگه موکت کف رو بندازیم. موکت کف هم توی قسمت‌های قبلی شستیمش کامل. این شکلی میره داخل، این شکلی. توی این قسمت تمام قطعات داخلیش رو می‌بندم. من موکت نو نخریدم، مدیریت کردم هزینه رو. دمپینگ و جوشکاری‌هاش هم که انجام شده. کامل موکت کف رو نصب کردیم. حالا باید بریم برای سقف کار. فکر کنم سخت‌ترین قسمتش همینه، چون این از در راه نمیره تو. چرا میره؟ بذار پلاستیکشو باز کنم. این راحت اومد تو، چون خیلی ها گفتن باید تاش کنی بیاریش تو سقف. نمیپیچه. انگار راست میگفتن خیلی ها. حاجی راست میگفت. اینجوری میاد. منتهی گیر میکنه. خارایی که داره این شکلی ها. نه این شکل نیست. بعد دستم هم بشورم چون این حساس های کرمه. چیه؟ دوسیه. یه یادگاری میخوام روش بنویسم. این انزام یه تاریخ هم بزنی. مثلا صدها سال دیگه آدم فضایی ها که اومدن نگاه کردن این پرادو شکفتن اسم فامیل من نمینویسم، میبینن. این علامت یوتیوب. این هم علامت این استاست. ها این تا اینجاش. اول اینا رو باید جا بزنی. یکیش گم شد. سر جاشو؟ جاشو پیدا کنیم. خواهشن اگه لوازم فروشی خورده دقت کنید. انقدر شده که من لوازم اشتباه گرفتم. الان روی این مطلب نوشتیم. تمام شده. بعد نگاه کردم بهش نمیخوره، مال 111. 6700 تومان پول الان اینجا هدر داده شد به خاطر اینکه اشتباهی که شما میکنید. سلطان هزینه. ولی این یکی جنسش خیلی بهتر از اون قبلی است. نرم‌تره، اون خیلی خشک بود و زحامتش هم بیشتره. رای کی بکی؟ آی چقدر سخته. جا خورد حاجی، جا خورد. انتظار نداشتم این هم جا خورد. آخه دیروزی اصلا یه جوری منو ناامید کرد. گفتم اصلا یه به یه باوری رسیده بودم که هیچ نمد سختی قرار نیست دیگه بهش بخوره و ما بیچاره شدیم چون نمد سخت خودشون انداختیم دور. من اگه یه شغل دیگه داشتم یا مثلا میتونستم یه حرکت دیگه بزنم، حتما از این شغلی که داشتم استعفا میدادم. یه خیلی سخته کلا کارهای فنی اگه عشق و علاقه نداشته باشی بیچاره میشی. نمیره توش کار کنیم. حالا چیزی جالبی که سر سقف این پرایدا فهمیدم این که سقف 111 بلندتر از سقف این پرایدای معمولیه. همه فکر می‌کنم پراید 111 کوچولوتره، در صورتی که سقفش بزرگتر بود. خاطر اینکه هاج بک هاجیه. این از سقف پراید، سقف جدید پراید، نوع نو شده هاجی. روز دوم پرایده. میگم که هم وقت طول بکشه. فکر میکنم یه روز هم همشو جمع میکنم. دیوونه بودم. یه روز فقط جوشه کفش دور کشید. 90 سقف جدید خریدم که شد 1,000,000 تومان و دیشب به خاطر همین 90 کارو ول کردم رفتم، چون واقعا اعصابم خورد شد. بریم برای تاخچه عقب اگه مال خودش باشه. این خوشگه. اینم به ماشین دوشلی میخوره. این میندازیم برای ماشین دوشلی این سقف رو. فرق تاخچه عقب قدیم و جدید رو نمی‌کنی؟ چقدر نوعه. الان اینم بهش نمی‌خوره حتما. فقط من که با شوق و ذوق اومدم اونو امضا کردم. هزار سال دیگه. چه زده حالی خوردم. ندیدید شما؟ ما دوربین رو قطع کردیم. حاجی به زمین زمان فوش می‌دادم. اینم از تاخچه جدید. واو. آخیش تمیز شد. حالا اینو می‌ریم بالا. اینا من توشو داخلشو شستم، تمیز کردم.
فکر کنم دستگیره رو نخریدم. اینا دستگیره میخواد که 90 کامل وایسه و این 90 رو بستم. چرا قم بستم؟ میمونه این شیشه که بخوایم، یعنی این شیشه باید بسته بشه که این ستونای اینجا رو جا بزنیم. یه سری ابزار باید دارم بخرم، همین دستگیراشو باید بخرم و پیچ و مهرهاش جا مونده دوباره و برام پیچ و مهرهاشو بیارم. ولی در کل این میخوره اینجا و پیچ و مهره ایه. حالا پیچای اینو میتونم اوکی کنم چون آچار 10 پیچ 6 میخوره بکنم. نیفته بشکنه. پیچاشو پیدا کردم تو داشبورد، ولی کمن آجی، این خیلی بیشتر از اینا پیچ داشت. قطعا وقتی که یه ماشینی باز و بس میشه یا یه سری پیچ ها اضاف میاد یا کم. الان زیاد اومده اسم میکنم، دوتا دیگه اضاف اومده. خب نوبت به این ستونا رسید که البته اینو من باید فعلا فهمیدم باید چسب میزدم اون میبستم همینجوری خالی نمادی بست تو اینکه نور توش رد میشه و باز میشه آب بیاد داخل. آجی یه روخی داره میگیره، حالم جا میاد. عجب این خورد، میتونست نخوره آجی. واه این شکلی شد. فقط اینجا یکم خالی موند که اینم دیگه چاره ای نیست، یا مال اینه یا مال اونه. کنسولی هم که براش خریدیم و نیست، چون که الان من میخوام اینو ببندم. نمیدونم اول باید اینو ببندم. آره دیگه آجی، اول باید اینو ببندم چون این تایی کاره. حالا نوبت این کمربندهای جدیده که آجی نوع نوع هن. نگاه کن خدایش اینا حال میده. پیچ هم داره، آره پیچ بالا رو داره، نه پیچی که به ستون رو میپا، ولی پیچ پایین رو نداره. فکر کنم اول باید ستون رو بزنیم بعد اینو ببندیم. نمیدونم. واو آجی، این میره اینجا، این میره اینجا و پیچش بسته میشه. این از یه کمربندش، البته اونجا رو باید باز کنیم، ستون رو بزنیم بعد ببندیم. من فعلا بستمش که سیستمش خوب باشه. حاجی کیفیت و نوعی رو نگاه. بریم برای این یکی کمربند، کمربند راننده. طبق معمول این اشتباه هم جهتش اشتباهه و هم اینکه این اصلا نگاه کن بالاش شکلیه، مدل بالایی از ایناست که رگلاژی ان. اصلا این از این قدیمی است. این درسته. بعد بریم نمونه اینا بخریم عوضش کنیم. ستونایی که داریم، بعد ببینیم کدوم به کدومه. خودشه. این ستون ها مدل بالایی هست، نگاه کن جای کشویی داره، در صورتی که این ثابته. چرا درست لوازمو نمیدین؟ خب بریم برای این ستون رو ببینیم براش بهش میخوره یا نه. ستون چه ماشینیه بابا، کل این ستون هم مال خودش نبود اصلا. هیچ ستون چه ماشینیه اصلا، پراید انقدر قوس نداره که اینجاش کثیف شد. من از جامعه لوازم فروش عوض میخوام، این خودش بود جا خورد. من رفتم قبلیش رو بردم دیدم همینه. رو دریاشو نمیدونم چیکار کردم، شما یادتون نیست؟ و چیزشو این کنسول وسطش نمیدونم مونده تو صافکاری، من درشو بردم. بریم هم یه نفسی چاق کنیم، هم اینکه این قطعات رو جا به جا کنم. وسایلی که خریداری شد، تمام نوارای در ماشین، این نوارای خشکیشه پیدا یا نه. این نوارا بود، کنسولش جا مونده بود که رفتم آوردمش. مدل بالاییه ولی برای مهم نیست، دو تا که اشتباه بودن. و نوارای اصلی این لاستیک نرمان، این هم عوض شد، مدل پایینی شد. و دو تا چسب برای آب بندی شیشه. میکروفونم رو جا گذاشتم و آجی ماشین نداشتم با استپ اومدم. جا کنیم آجی، دست کمربند نو. بعد جالبه دوتاش راست بوده الان. اینه اینوری هم راسته، این هم راسته، ولی خب کار کرد، مشکلی نداشت. میز و قشنگ شد نه؟ واو. یکی هم اوکی شد و حالا نوبت این است. اینه که میخوره این پایین رو کامل میکنه. همش یه دونه خار داره، معلومه که نگه داشته نمیشه. دوره یه چسب بزنم اگه اجازه میدید؟ دوالی گفتم دوره یه چسب بزنم، بعد شما میگفتید نه. بس ارگادو دیونه شدم تنهایی توی این زوله. ببین این چسب خورد، آب بندی شد. مثلا آب بندی هایی که من معمولا میکنم با این کیفیت ها، جنس هایی که دارد اصولا قطعا باید آب بده، اگه نده یه جای کار میلنگه. مری بسید به این بزرگوار، بزرگوار هم این شکلی میره اینجا و تمام ستون ها الان نصب شده تا بالا، الان کامل کیپه. این پشتم الان بستم اینوریشو و اوکی اوکی شد، هر تمیز خوب. نوارای دور اینا باید وصل شه که بخواد نگه داره و فیکس بشه. همین نوار مسخره ها، هم نوارای مسخره رو بیارم. خدایی جوون به این خوشتیپی، البته ربطی نداشت، خب کاره دیگه. خواستم بگم این چه کاریه، خب کاره دیگه، کار که کار نات آر. این نوارایی که خریدم شدن 1800، 1800 پول نوار. واه دابل بسته بندی. حاجی من یه زمانی دنبال این نوارا بودم، چرا به عقلم نرسید از این نوارا پراید بخرم؟ انقدر دنبال این نوارا میگشتم الان فهمیدم بعد از مسخ. واو حاجی خستگیم در رفت، نگاه کن چقدر تمیز شد، خیلی خفن شد.
تمیز بودن کار همین یه تیکه برای شما. ببین چقدر قشنگ اینا نشسته. واقعا سر این گوشه ها من خیلی حساسم. انقدر به اینا ضربه زدم قشنگ نشسته سر جای خودش. این طرف هم همینجوری ولی اینور به کیفیت اونوری نشد. خورده اینا رو باید فشار بدیم. والا نوبت می حاجی رودریاش نمیدونم چی شده. یه کارتون دارم مال رودریا اون پشته. خب بر رودری قدیمی پرایده. مال این جدید بود. اینم جابجا شده اینم چی. اما مسئله ای که هست این نوارا رو باید بکنیم. اینا خیلی تاثیر داره تو صداگیری ماشین. اینا کهنه که میشن صدا میدن. این خاراش رو باید در بیاریم و شروع کنیم. نوار درای جدید اینا. یه چند تا نکته دارن. ببین خاراش قهوه‌ای رنگه. اوکی. این در قهوه‌ای خاراش. یه چیز با این که پرایده ولی جالب بود. این در سفید خاراش. یقین نمیآورید واقعیشون قراشون هرکدوم یه رنگه. این یکی سبزه با یکی نارنجیه. چون که اینو چپ و راست دارن میتونی از این بفهمن سبزه میشه برای این یا کو اینم سبزه حتی نارنجی هم اونوره دیگه. حقیقتا سخت بود اصلا رد کردن اینا ولی اوکی شد. یه روبی طول کشیدم یه دونه در عشان فیتو سف شد در عشان زیر دستم حس میکنم یکم این لبوا زده بیرون. نمیدونم چرا اینجوریه ولی نشسته. این برای در بعدی الان نگاه کن چجوری صدا میده. بود بادکنک میده بکنم متریالش همونه. این قسمتش سخت صداشتی دیگه عوض شد نسبت به قبلی یاسونه. این صدایی که میده بخاطر این نوارایی که نیست و دری که بازه. ایداد بیداد حاجی سوتی عجیبی دادیم. ببین این ستون بیرونیش یعنی پوسته ستون بیرونیش یه دونه پیچ داره. وقتی اینو از اینجا قطعا رد میکنی خب پیچش هم اونور باید ببندی که ما اونورو که بستیم که ولی خداییش نه چقدر خوشگل شده. وای حالم یکم جا اومد انقدر که پروژه نصف نصف داشتم خودم خسته شدم. چیکار کنیم حاجی؟ یه جوری هم ساختنش حتما باید پیچو ببندی. نگاه این از این در من اینا رگلاژ هم میکنم اه باز نمیشه. اینم از در آخر بازی چه پرایدی شد. به به رینگاش هم احتمالا کروم کنم ولی میتونه برای قسمت بعد. حالا کاری که ما باید انجام بدیم خودش اینی که اینا رو ما گذاشتیم یه لول بود. حالا باید سالون رو تکمیل کنیم. سالون بنز E350 با سیستم هارمن کاردنمون که اومده بود برای تعویض سالون و سالون چرم استوک براش انداختیم و این داستان ها. سالون پرای مگه پرای سالون داره؟ پرای اتاق داره. داریم صندلی بیاریم آجی. صندلی های چرم جیرمون هستن که به سفارش دوست عزیزمون کاستوم شدن. این صندلی رو تقریبا بستم پیشش شله. این پیشه هم رو گروه هم دیگه قرار نگرفت آجی نتونستم ببندمش. خورده این کشویش باید عقب جلو بشه این تنظیم بشه بشه. خب این از صندلی های جلو که بسته شدن. آو چه باحال شد آجی. خاطر نور جای کم بده. این نور زرد اجازه نمیده. ببین صندلی عقب. صندلی عقب کاسونه. وای نگاه کن چقدر آتاشخال تولید شد. من پلاستیکا و وسایل و اینا. دو تا صندلی جلو و صندلی عقب. توی مرحله ای هستم حاجی که همه پیجاما رو داره کم میاد. ولی خب خوب شد. بعد تو روز بریم تو آفتاب ببینیمش. چه شکلی شد من خودم واقعا هنوز یادم رفته چه شکلی بود قبلا. سه روز درگیرم شده این ویدیو. سه روز من فیلم برداری کردم اومدم اینجا شده این ویدیویی که الان شما دیدید. بعد بعضی انتظار دارم من هر روز ویدیو بذارم. خودم هم دلم میخواد پولم بدم نمیاد ولی نمیشه. این که تو قسمت بعدی میریم برای بقیه چیزا رو دریا رو پیدا نکنم اینا رو بکن. این رو دریاست. رو دریای پراید قدیمه. با اون اومد اینجا عوض کرد فکر کنم جابجا برده. رو دریای منو برده. اینجا نیست. اینم چیزی نیست پوچه. در کل توی قسمت بعدی باید بریم برای اینا. اینا تلقاش باید عوض بشه. تلقا باید عوض بشه. سپرا باید مشکنش بخوره. جلو پنجره رو رنگ نکردیم ولی همینجوری مشی میزنیمش بره فعلا. رینگ ها رو احتمالاً رنگ کنم و این توی دریا رو باید بخرم دیگه. اون قدیماش هم داغون بودن. توی دریا رو بخرم بس کنم. دیگه اوکی میشه. این همه این مرحله که انجام دادیم دیگه برای بار آخر احتمالاً موکتای اینجا رو باید نگاه کنم. موکتاش خوبه تمیزه. گفتم موکتو بخرم. این موکتا رو نداره یا شاید درش آورده نمیدونم. همه اینا رو که انجام دادیم دو تا کار دیگه میمونه که بیرون باید انجام بشه. یکی اینکه دیرش باید پرایمر بپاشیم. من نمیتونم بپاشم. پرایمر رو دارم ولی دستکش ندارم. یه سیلی مخصوص داره. پرایمر باید پاشیده بشه. پولیش باید بخوره که روی همون خدمات رنگکاری بود. احتمالاً بره فروش 6 7 سال دیگه طول میکشه. واقعا بدقلتر از چیز نیده بودم. صافکارمون نقاشمون. کاربراتورش باید تنظیم بشه. این ریپ میزنه. یه عیب موتوری کوچولو هم داره. یه دونه شلنگ میتره که من عوضش کنم میتره که انگار چیپ شده یه جایش. اینا رو انجام بدیم دیگه تمامه. یعنی همش تو این هفته انجام میشه. یه لایکی کامنتی یه حرکتی بذار. نمیدگر دو تا بهترین ویدیوهای من اینجا زیر میاد. دوستاش حتما ببینه.